خامنه ای سنتی دارد که بعد از پایان دوره ریاست جمهوری افراد آنها را به عضویت مجمع تشخیص مسلحت نظام در می آورد. اولین فردی که در دوره رهبری خامنه ای دوره ریاست جمهوری خود را به پایان رساند هاشمی رفسنجانی بود. او البته از مرداد سال 68 ریاست مجمع را با حکم خامنه ای براهده داشت. یک سال قبل از پایان دوران هشت ساله ریاست جمهوری هاشمی حکم ریاست او را تمدید کرده بودند. هاشمی بعد از خروج از پاسور به مجمع تشخیص مسلط نظام متمرکز شد و تا دیماه سال 95 که درگذشت در این سمت باقی ماند. مرداد 84 پایان دولت اصلاحات و خداحافظی محمد خاتمی از پاسور بود. از آن روز این مسئله مطرح بوده که او حضور در مجمع را به دلایل شخصی نپذیرفته و به همین دلیل خامین ای حکمی برای خاتمی صادر نکرده است. چندی پیش با محمد حتریانفر عضو حزب کارگزاران سازندگی در این باره گفتگوی انجام داده که او عنوان کرد عدم پذیرش عضویت در مجمع تشخیص مسلحت نظام از سوی محمد خاتمی آنطور که مطرح شد نبود او در این باره گفت اولین تجربه این موضوع به مرحوم هاشمی رفسنجانی برمیگردد اگرچه زمانی که هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بود همزمان رئیس مجمع هم بود لیکن در سال 76 که مسئولیتش تمام شد موقعیت ریاست مجمع ایشان ابقا شد که تجربه ارزشمندی بود و بیشتر به این موضوع برمیگشت که تجارب رؤسای جمهور که هشت سال در پست مدیریت اجرایی درنگ کردند میتواند به نفع مدیریت بعدی مورد استفاده قرار گیرد و در اختیار مدیران جدیدی باشد که میخواهند مسئولیت خود را دنبال کنند اتریان درباره محمد خاتمی نیز اینگونه گفت تصور میکنم بر پایه این فرایند در مقطع بعد از پایان دولت خاتمی هم از ایشان برای حضور در مجمع دعوت شده باشد یعنی من احتمال میدهم که این اتفاق افتاده باشد ولی چون از طرفی خامنه ای کسی را الزام نمی کند یعنی علل اصول پیشنهاد آن را از ناحیه خامنه ای میتوانست مطرح کرده باشند ولی قاعدتا موافقت اولیه فرد هم باید گرفته شود بنابراین تصور میکنم اگر از ناحیه خاتمی تمایل و اقبالی هم صورت میگرفت منطقا ایشان هم به عنوان عضو موثر و تعیین کننده مجمع تشخیص مسلحت می توانستند در آن نهاد حضور داشته باشند سفار هرندی وزیر فرهنگ دولت احمدی نژاد نیز در گفتگو با سالنامه مثلث در سال 92 گفته بود وقتی دوره خاتمی به پایان رسید خامنه ای به او میگوید که من بنا دارم شما را به عنوان عضو مجمع تشخیص مسلحت منصوب کنم خاتمی خودش میگوید به من اجازه دهید من آنجا نباشم یک کار شخصی دارم اون کارم را دنبال کنم شاید بهتر باشد ایشان هم پذیرفتند دو هفته بعد از پایان ریاست جمهوری خاتمی در مرداد سال 84 او در مراسم تودیه حسن روحانی دبیران روزهای شورای عالی امنیت ملی شرکت می کند و فرصت مناسبی برای خبرنگاران پیش می آید که از او درباره حضور یا عدم حضورش در مجمع بپرسند ایشنا در آن روز نوشت محمد خاتمی پس از پایان مراسم و هنگام خروج از سالن در پاسخ به اصرار خبرنگاران برای مصاحبه و این که آیا عضویت در مجمع تشخیص مسلحت نظام را میپذیرد یا خیر با خنده گفت هر چیزی به ما بدهند میپذیریم خاتمی پاسخ دادن به سالات خبرنگاران را به زمان دیگری موکول کرد و خطاب به آنان گفت حتما با شما دیدار خواهم کرد اما مسئله آنگونه که مطرح شده نبود محمود احمدی نژاد به واسطه ریاست هشت ساله خود بر دولت از سال 84 تا 92 عضو حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود با پایان دولت او خامنه ای در 13 مرداد 84 در حکمی احمدی نژاد را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. در این حکم آمده جناب دکتر محمود احمدی نژاد با توجه به تلاش بارزش هشت سالی جناب در مسئولیت خطیر ریاست جمهوری ایران و تجارب فراوانی که در این مورد اندوخته اید شما را به عضویت مجمع تشخیص مسلحت نظام منصوب نمایم توفیقات جناب را از خداوند متعال خواست دارم احمدی نژاد هم مکنون نیز عضو مجمع است هر چند سخنان رفتارها و واکنش های سالهای اخیرش باعث شده بارها این شایعه مطرح باشد که این عضویت را از دست خواهد داد چند سال پیش بعد از موزه گیری های احمدی نژاد علیه برادران لاریجانی کار به جایی رسیده بود که اعضای مجمع ترجیح میدادند حتی در کنار صندلی او ننشینند و به نوعی او را بایکوت کردند اواخر اردیبهشت امسال روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی نوشت کسی که به قانون بی اعتنایی می کند و حتی بعد از ثبت نام از تریبون آزاد در محله وزارت کشور اعلام می کند اگر صلاحیتش تایید نشود انتخابات را قبول ندارد چگونه می تواند مسلحت کشور را تشخیص دهد و چگونه همچنان حق دارد عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام باشد همین شخص روز بعد از ثبت نام به منطقه لارستان فارس سفر می کند و با برنامه‌ریزی قبلی ایده را جمع کرده و با نمایش استقبال و جشن مردمی تبلیغات انتخاباتی به راه می اندازد. و عوامل و ایادی او فیلم این نمایش تبلیغاتی را در فضای مجازی منتشر می کنند. این اقدام از چند جهت خلاف قانون است تجمع و بدون مجوز تبلیغات انتخاباتی قبل از زمان قانونی ایجاد تجمع در شرایط ممنوعیت کرونایی و فریب دادن افکار عمومی با شگرت های تبلیغاتی و سخنان تحریک است با این اقدامات خلاف قانون چرا برخورد نمی شود؟ احمدی نژاد چند قبل در گفتگو با مجله حیات ترکیه در پاسخ به این سوال که آیا فکر میکنید دوره شما در مجمع تشخیص مسلحت نظام تمدید خواهد شد گفت به نظرم خیلی اهمیت ندارد باید صبر کنیم حسن روحانی در آخرین شب ریاست جمهوری خود در تلویزیون اعلام کرد که به کارهای علمی و فرهنگی باز خواهد گشت یک ماهی از رفتنش گذشته و هیچ خبری از او نیست حتی از سوی خامنه ای هم حکمی برای عضویتش در مجمع تشخیص مسلحت نظام صادر نشده است هرچند این شایعه وجود دارد که حسن روحانی یکی از گزینه های ریاست بر مجمع تشخیص مسلحت نظام است اما آخرین حضور او در مجمع به حدود پنج ماه قبل از فوت هاشمی رفسنجانی برمیگردد روحانی از دوره سوم یعنی از اسفند سال 75 با حکم خامنه ای به عنوان عضو حقیقی به مجمع تشخیص مسلحت نظام رفت البته در دوره هفتم یعنی از مرداد سال 96 او و علی لاریجانی به عنوان عضو حقوقی در مجمع حضور دارند علی لاریجانی بعد از پایان مسئولیت خود در مجلس در خورداد سال پیش دوباره به عنوان عضو حقیقی به مجمع تشخیص مسلحت نظام برگشت اما این اتفاق هنوز برای حسن روحانی رخ روح نداده محمد اتریانفر درباره حضور مجدد روحانی در مجمع به خبر آنلاین گفته بود درباره صلاحیت ها و قابلیت هایی که در روحانی سراغ دارم فکر می کنم که خامنه ای در صورت اعلام تمایل او و توافق ایشان علاوه بر مسئولیت عضویت او در مجمع تشخیص چه بسا در دوری که مسئولیت صادق لاریجانی تمام شود بنابر احراز صلاحیت و قابلیت های منحصر به فرد روحانی در قیاس با اعضای فعلی مجمع ریاست را بر عهده روحانی واگذار خواهند کرد حال باید دید حسن روحانی مانند محمد خاتمی قید حضور در مجمع تشخیص مسلحت نظام را خواهد زد یا خود را برای ریاست بران و نشستن بر صندلی هاشمی رفسنجانی آماده می کند. تابعیت آمریکایی یک عضو کابینه رئیسی صحت دارد روزنامه ایران نوشت طی روزهای گذشته مطالبی در فضای مجازی پیرامون الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان مطرح شده است مبنی بر اینکه او دارای تابعیت یا اقامت از یک کشور خارجی است در این رابطه یک منبع مطلع تاکید کرد که این شایعات درباره ایشان کسب محض است و الهام یاوری هیچ تابعیت و اقامتی غیر از ایران ندارد الهام یاوری متولد سال 55 دانش آموخته دبیرستان فرزانگان است و تحصیلات خود را در رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه شریف و دکترای مهندسی صنایع را در دانشگاه بروکلی آمریکا گذرانده است سپاس از اینکه کانال زندگی ایدئال را انتخاب کردین فراموش نکنید که کانال را سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک و ویدیوها از ما حمایت کنید پیروز باشید و تندرست